در ایام عید باید اجار کاری کنیم که عیدمون برکتش بیشتر بشه. فکر کنیم چجوری مدیریت کنیم عیدو. ببینید خود اسلام عیداش، یه عید نون مردم رو تأمین میکنه، یه عید گوشت مردم رو تأمین میکنه، باقی عیدا رهبری مردم رو روشن میکنه. عید فطر هر انسان 3 کیلو گندم، 3 کیلو جو، 3 کیلو برنج، 3 کیلو خرما. یعنی عید فطر بر هر مسلمان واجب فطریه بده، یعنی شکم مردم رو سیر کنه. عید قربون گوسفند بکشید، پولم ندارید چند تا شریک شید با هم یه گوسفند بکشید، گوشتشو بدید به افراد. یعنی یه عید توجه اسلام به نونه، یه عید توجه اسلام به گوشته. عیدهای مثل عید قدیر و مبعث توجه مردمی که عید مبعث توجه مردمی که مکتبتون هست که میگید، قانونتون قانون الهی باشه، راهتون از انبیا بگیرید که راه خداست. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم و ان عبادونی هذا صراط مستقیم. راهتون راه انبیا باشه. یه عید مثل قدیر خوب میگه رهبرتون کی باشه. ببینید هر عیدی توجه به یه چیزی داره و در همه عیدها توجه به جسمم هست، غسل داره، نظافت داره، منتها غسل و نظافتی که همراه با بندگی باشه. مثلا عید فطر شیرینه، میگه که عید فطر لباس شیک بپوش اما نماز عید رو خاک بخون. یعنی چه؟ یعنی هم میخوام لباس شیک بپوشی، هم میخوام این لباس شیک در راه رضای خدا خاکی بشه، بلندترین نقطه بدن دو که پیشونیه رو خاک بذار سجده کن. یعنی زندگی و بندگی با هم باید باشه، شیکی و خاک با هم باشه، در سفره ترشی و مربا با همه، چون هر دوش با هم زیباست. بندگی خدا زیباست، شیکی هم زیباست. ما در عیدها مثلا نماز عید داریم، یعنی ایتون نیست که از خدا غافل بشیم. عید ما مثل بعضی عیدها نیست که مثلا بعضی عیدهای حالا اسم نبرم مصرف شراب زیاد میشه، عیاشی زیاد میشه، تصادف و جنایت بیشتر میشه. عید عیدیه که فقرا سیرشن، فقرا به نون برسن، فقرا به گوش برسن. اگر کسی خط فکریش انحراف داره رهبر حق برش معین بشه. عید قدیر عیده و ما در کنار استفاده های طبیعی باید این رقم انجام بدیم. حدیث داریم که من بهاره که میبینم ایمانم به معاد زیاد میشه. چطور؟ نبی درخت خوش بود، چطور درخت خوش سبز شد؟ همون درختی خوشکی که سبز شد انسان های مردم زنده میشه. میگه از بهار پی ببرید پس قیامت هم هست، پس قیامت هم هست. این حرکت ها باید به نتیجه برسه. این مشکی که دوغ میدازن توش، این دوغ وقتی حرکتش دادن بعد از مدتی یه مقدار کره میاد رو مشک. این حرکت ها باید آخرش کره چیه؟ بالاخره ما بعد از عید از این شهر رفتیم اون شهر، از این استان رفتیم اون استان، کره چی شد؟ یه تجربه باید گیرون بیاد. یعنی از مشک دوغ که کمتر نیستیم که ما مشک رو تکونش میدن در استرس چند تا حرکت کره ازش در میاد. این سفرها باید کره داشته باشه.